دکتر از امروز دیگه نمیخواد مدرسه بره. چرا؟ نگه از بچه های دیگه خجالت میکشن. باشه، ناراحتش نکنیم، بذارین آزاد باشه. به ماساژ ادامه بده. بله حتما، ماساژ در بهبودش کمک سریع میکنه. شما فکر میکنین پسرم بالاخره خوب میشه؟ والا من نمیتونم به شما جواب بدم. آقای دکتر، پس من چیکار کنم؟ این تنها پسر منه، تنها امید منه. گوشه ای از این دنیا نیست که من اونو برای معالجه نبرده باشم. چیکار کنم که معالجه بشه دکتر؟ امیدتون رو قطع نکنین. همونطور که گفتم فلج شدن پای پسر شما در اثر یه شوک روحی به وجود اومده. بله دکتر. از وقتی که زن بیچاره من یعنی مادر بهرام مرد، اون یه روز دیگه نتونست اصلا پاشو حرکت بده. آخه اونا خیلی همدیگر رو دوست داشتن. میتونم بگم بهرام هیچ وقت از مادرش جدا نشده بود. در هر حال باید روحیه این بچه رو قوی کرد تا میتونین بهش محبت کنین. اون عقده کمبود محبت داره، خیلی زیاد باید بهش توجه بشه. خب خداحافظ آقای توانگران. خداحافظ. سلام دکتر. سلام بابا. سلام ستاره جان، حالت چطوره؟ خوبه بابا. بهرام چیزی شده؟ نچونم، دکتر اومده بود بهش سر بزنه. ابدا ناراحت نشین، حالش خوبه. خب خداحافظ عمیجی. شام در خدمتتون باشین. نه نه متشکرم، زنم منتظرم. قربان شما، مرحمت. به سلامت بابا. بهرام نه ناراحت نشو دخترم، حالش خوبه. بچه ها شام بدین. گرسنه نیست؟ نه پدر. شاید شام امشب دوست نداری؟ نه پدر، موضوع شام نیست. دیگه هیچ چیز منو خوشحال نمی کنه. هی شب میشه، هی روز میشه، هی شام بخور، نهار بخور، برو بخواب. دیگه به خدا از این زندگی خسته شدم. میخوای فردا با هم بریم گردش؟ خواهر همچی میگه گردش؟ چه گردشی؟ وقتی آدم به پای خودش نتونست را بره، دیگه اسم اون گردش نیست. باز از این حرفا زدی؟ ناشک نباش، خدا رو شکر کن پسرم. شکر کنم که زنده‌ام؟ کدوم زندگی پدر؟ از صبح تا غروب آدم روی یه صندلی چرخدار میخکوب شده باشه و نتونه تکون بخوره، اسمش زندگیه؟ آه پسرم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. منو ببرین تو اتاقم، منو ببرین تو اتاقم، یالا. گرگی میکنم سر، خودم میبرم، خودم میبرم. کم پودری من ندارم. بس دیگه، گریه نکن بسرم، گریه نکن. گریه نکنم چی کار کنم؟ مگه کار دیگه هم میتونم بکنم؟ اینقدر بیتابی نکن بسرم، یه خود تحمل داشته باشه. تحمل؟ آخه چقدر تحمل پدر؟ من علیلم، میفهمی؟
من ناقصم، منم دلم میخواد مثل همه بچه ها را برم بازی کنم، اما من نمیتونم. تو نمیدونی امروز تو مدرسه چقدر قصه خوردم، همه بچه ها بیکردن، میدویدن، میخندیدن، اما من نه پدر، تو شانس نداری، پسرت هیچ وقت خوب نمیشه، من میدونم. بخواب پسرم، قصه نخور، خدا بزرگ، شب بخیر پسرم. ای خدای بزرگ، تو همه چیز به من دادی، پول، ثروت، شهرت، اما ای کاش از همه اینها دو تا پای سالم به پسر بیچاره بیدم. کباب دیگر کباب، دل بی دلبر کباب، حسن کبابی مهمون نونا، کباب آلیت می کنه، راست راستی از دور دود کبابش، حالی به حالیت می کنه، دل کباب جیگر کباب، دل بی دلبر کباب، من شو از این دل اینا با تو هم؟ بعد جوری دارن چال نرمیان آهای ببینم با مایی چه خبره تو نصف شبی ستا تو گذاشتی رو سره؟ ببخشین دایی ما نمیرسیم کوچه رو خریدی پس حالا بدون خافه خون بگیر برو پیکاره بریم بچه ها اکر دوکر بازی کنیم حاجیتونم عشقش دو کلون غزل تر تمیز اهالی محترم این محله رو مهمون کنه گفتم خفه شو چی گفتی؟ گفتم خفه شو نمیفهمم چی میگی من کرم بیجی در گوشم بنار خب بگو بینیم چی گفتم پلن نکن پلن بفهم زنده ماده زنی شما شما مشکولم خب بگیده آقا کمر خوارش این چه خود بس آمده تره مشکول شده بلکن زنده ماده بای کلا خیلی عالی بود قربون تو پسر با معرفت گرد و بلای تو بخوره تو کاسه سر این دوتا نامرد بیمره فر لاسی تو هم زورت زیاده هم صدات خیلی قشنگ اختیار داری خجالت رو میدی خب قربون تو بسر جمعه رفتی خدافز این دو روز زندگی قصه و موتم نداره
نه هیچ کسی عشق برام نداره، قربه دارم اما آی ننه وایسه ببینم. سب کن بابا تو هم چه چه خبرتی بی خودی دادی بیداد میکنی؟ تو اینا رو کجا میبری ننه؟ کچلوار من نوه نوه. برو بابا خدا پدر تو بیاموزه کجاش نوه؟ اینا مال کاس بشخابیه. ده بی کاس بشخابی هنو میشه اینا رو پوشید؟ ده گفتم نمیخوام اینا رو بفروشی. بده من این کچلوار عمرشو کرده باید ردش کنم بره. عجب بابا سرتقی هستی، میگم که مال من نی نمیخوام بفروشیش، تموم شده رفت قالو بکر. خب شیری خطری باز شیری خط. آره رای دیگه ای نداری بری دنیا تو شک بزن بری. موسیقی میزن. خب بگو ببینم شیر یا خط؟ خط. خط نه شیر. خط تو بختی بختی جاست. تو همش میبازی پسر، برو بازی یاد بگیر. لباس ها مال کاس بشقابی میشه. دل دارم، قلبه دارم، زیگر بره دارم، این کباب های کوبیده دارم، بفرم کباب، کبابی، دل دارم. بیا بسته، این رسترون میکنده هه، دو سیخ تیگره یک کباب کوبیده بره من. الان میرم. کبابی، بره چی شد؟ دل دارم، بره من، بره بسته. کباب، بفرم. حسن اسمال یک کتیه. آه اینه رو بپا نسوزه اصلا، بپا نسوزه. توی اسمالی؟ سلام جمال توی کلیمی مثال تو قربت برم این توی. چیه پسر ما رو برانداز میکنی؟ خودم هم دیگه اسمالی رفیقه. با تو که چند وقت پیش این رقمی نبودی؟ بینم حتما یه برد کلون کردی. تو شانس من بودیم، ما هر وقت با هم دیگه کار میکردیم ما همیشه میبردم. حالا هم البته برعک نیست، اما اگه تو بیایی دوباره خیلی عالی میشه. نه داشتم، من قسم خوردم دیگه دور قمار رو خیت بکشم، تو هم دور ما رو خیت بکشی. خب حالا چی کارم میکنی؟ دارم یه قمار خیلی گنده میکنم، میدونی میخوام زن بگیرم. تو ببینی آخو پس کی به تو زن میده؟ یه دختر است مثل ما، پدرش هم از اون پول داراست. برو پس چخان نکن اسمال یکتی. نه من که نگفتم اسمال یکتی میخواد بره خواستگاری. جناب آقای دکتر مهندس اسمال کتیان از دختر خواستگاری میکنه. کتیان؟ لابد اینم از اسمال یکتی میاد. بچی خیاله رسیدی. پسر رو تو برم خیلی نقشه کشی. اما بهت بکنم اسمالی این کارا آخر آقوت نداره، بالاخره یه روز یه راست میره هلوفتونی. بی خیالش رفی، دختره رو حسابی پختمش، این دفعه دیگه قمار آخرمه، اگه بردم که دیگه همه عمر راحت و آسودم. نمیفهمم تو چه جور آدمی هستی. خب دلم واسه تنگ شده بود گفتم بیام ببینمت. راستی ننت چطوره؟ حالش خوبه؟ قربو تو بدنی، ای نفسکی میکشم. خب دیگه من باید برم، خیلی کار دارم. فردا با نامزدم هستم، اگه نقشم عملی بشه دختره یه راست میفته تو تور. قربو تو، خدافظ. خدا چاک کن. چاک کن. تا خدا تو چه بندوهایی داری؟ بگذر که ما بهتر از اون نبودیم، هم خودت میدونی که ما توبه کردیم، ولی اون نامرد انگار جای شمونه ها رو تخم تقلب میکنه. بریم با پیکارون به ما چیه؟ آی اومدم دهت جگره آقا رو داری آقا سلا؟ آره. ویل خوب این آرام بده اون میز گوشه ای بچم تا یخ نکرده پدر شش رو چشم زیانمی. ای دل دارم کباب بره دارم، کباب بفرما. با چه کبابی با سوخ اب نداره میخورم. بیایی سفارشی رو بده آقا. اون امشب دیگه نمیاد. قربان اون همیشه 11 از اینجا رد میشه. 11؟ این دروغ زندگی حسه و ما
هیچ کسی عشق مرا هم نداره. قربه دارم اما ببر نم قلبه ی دل بر ندارم. جیگر دارم اما ببر یک دل برم جیگر ندارم. دل کباب جیگر کباب دل بی دل بر کباب دل کباب جیگر کباب دل بی دل بر کباب بینده بار. آهای نمیفهمم اینا دیگه کیا؟ این سر صدا آقا چیه رو انداختی مرد؟ ببینم رفیق اینا با تو ها؟ آره اون یکی پدرمه اون یکی هم خواهرمه. آه پس بابا تو آبجی خانومت. خب آقا چی فرمودن؟ من بچه مریض دارم تو با آوازت شبا مزاحمه اون میشی. مزاحم چرا قربون سیبیل چخماقید؟ صدام که بد نیست. چه از خود راضی هم هست. سلام علیکم خانم خانم ها. میگم آه شما که اینطور لخت و فتی هواگیری میکنین سرما نمیخورین؟ با مزه گفت نه جون من با نمک دبوس. تو دیوونه ای تو مرز مردم آزاری داری. پدر ولش کنین چه کارش دارین اون دوست منه. کوچیکتم رفی بابا ایو هنوز ما فقط یه غزل کارشو کردیم چه علم شنگه ای را افتاده با هنرشناسی تو کجا رفته ها؟ با مزه گفتم نه جون من با نمک دبوس. محمود برو تلفن کن پاسبان بیاد تا بهش بگم. پاسبان؟ بله رفیق مثل این که کار داره بیخ پیدا میکنه. ما رفتیم قربون تو. سرشا بیدید نره منتظره. چشم میام اما تو اینقدر تلخی که با یه محصل نمیشه خواهد خواهد پای کنه برماز تموم نشده. اما تو آبجی من چیزی بهت نمیگم اما ایشالله اینقدر بیشواری بکشید که دندون ها و مواد رنگ دیوار سفید بشن. با مزه گفتم نه جونم با نمک نبود. تو این روزگار عجب آدم های پیدا میشن. اونم اینقدر لات و بیتربیت. بیا گفت شب آواز موشب دارون. من نیفهمم اگه آواز خوندن جرمه پس چرا جلوی ایرج خوننده رو نمیگیرن؟ میگه اقی ماره میچسبن. اینم که عصبانی. برو در باز کن. عزیزم میدونم که یه کمی برای عروسی زوده اما ما الان یک ماه که داریم با هم دیگه معاشرت میکنیم دیگه فکر میکنم نامزد بازی بیشتر از یه ماه لطفی داشته باشه. درست میگم؟ بله یه ماه کافیه. ما با هم معاشرت میکنیم ولی هیچ وقتم بابا جون ما رو تنها نمیذاره که دو کلمه حرفه خصوصی بزنیم. خب اینم درست هم جای مادرت هم و هم جای پدرت هم مسئله است. معروف که میگن در دروازه رو میشه بس ولی در مردم رو نمیشه بس. اینه که ناچار تا قبل از عروسی مزاحمت باشی. هم دارین چه مزاحمتی خواهش میکنم. راستی ببینم امشب چیکار میکنین؟ والله یکی دو شبه یه مزاحمت تو کوچه ما پیدا شده نمیذاره بخوابیم. اجازه بده امشب استراحت کنیم. بله بله امشب استراحت کنم. خواهش میکنم اشکال نداره.
سلام علیکم، الوعد وفا. سلام، چطوری؟ مثل پلو تو توری. خب رفیق، ما رو واسه چی گفتی بیم اینجا؟ ازت خوشم میاد. آخه من هیچ کس ندارم با هم حرف بزنه، حرفمو بفهمه، با هم بازی کنه. دست خوش بابا، عجب هم بازی پیدا کردی، من تو سنستانمو به هم نمیخوره. میدونم، اما خودت گفتی با من رفیقی، مگه نگفتی؟ لا اله الا الله. ببینم رفیق، اسمت چیه؟ اسم من محرمه، تو اسمت چیه؟ به من میگن جناب آقای حسن خان کبابی. حسن کبابی؟ دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل بر کباب. دل بخور، غصه نخور، غصه دل و خون میکنه. خنده کن، خنده ز دل، غصه رو بیرون میکنه. دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب، جیگر کباب. دیدی یاد گرفتم، من همه آواز تو رو حفظ کردم، فقط چرچه رو خوب نمیتونم بزنم. ببین، عیبی نداره، منم همیشه نمیتونم خوب چرچه بزنم، گاهی میشه، گاهی نمیشه. بخون، جون من بخون، وقتی میخونی دلم باز میشه، همه قصه هم یادم میره. سوار شو. ای وای، بابا اومد، در رسو داشت بزن به چکی، ها رسوت باش. شاه حق، ما رفتی. نمیفهمم، آخه ما رو واسه چی ورشی آورد اینجا؟ تو باید به من کمک کنی. کمک؟ اینو باش، ما خیال کردیم کار خلافی کردیم، برامون داشتی آورده بونه اینجا. آخه از ما چه کمکی ساخته؟ من یه بچه دارم. بچه؟ خب اینه که همه دارن، چیز مهمی. نه، بچه من غیر از بچه های دیگه است. همه با من ها خیال میکنن بچه هاشون غیر از بچه های دیگه. تو نمیفهمی من چه میکم؟ واقعا بچه من غیر از بچه های دیگه است. های محمود، بهرامو بیار. بپوشون خودتو آبجی نامرم، چرا دوست داده بعده؟ اینکه ماجرد نامرم. بسی بگو ببینم، تو چی کار میکنی همیشه اینقدر خوشحال رو بگو و بخندی؟ به من یاد بده. لا 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 لا، ما که از حرفای شما هیچ چیز سر در نمیاریم، فقط بس یه چیزی یادت بدم، وقتی خیلی اوقات تلخه بزن تو آواز. چی؟ آواز؟ آره، من که بلد نیستم آواز بخونم. مهم نی، اگه صدای انکلال اسباتم داشته باشی وقتی بخونی حالت سر جاش میاد. من الان خیلی ناراحتم، برای این بچه خیلی دل واپسم. پس بخو، بزن زیر آواز، چرا معطلی؟ چطوری آخه؟ چطوری نداره پسر؟ بخون، آواز بخون، بخون دیگه. بابا ای بلا، عجب صدای جهنی داری، جهنم بازم بخون، کاچی بعض این چیه؟ یا حبیب من. پدر جو جدن صدات خیلی بده ها. سلام علیکم آقا برا، دیدی بابا چه صدای عوضی داره؟ بس صدای که آقا
اسم من توانگره، اسم تو چیه؟ مخلص شما جناب آقای اثر آقای کبابی. خیلی خوب حسن آقا، حاضری به من کمک کنی؟ باز میگه کمک کنی؟ آقای توان، توانگران. چه فرقی میکنه آقای توان؟ من چه کمک از دستم ساخته است؟ تو که همه چی داری، ماشین، خونه، پول. آره پول خیلی دارم، اما شادی هیچی ندارم. من برعکس تو هم، پول مول ماکو، اما عوضش تا بخوای بیغم روزگارم. ماهی 2000 تومان بهت میدم که پسر منو تنها نذاری، باهاش باشی و خوشحالش کنی. نداشم، اگه پول بگیرم واسه یه کار مردونه است. اینی که تو میخوای از حد سگیر سلطانی برمیاد. نه اشتباه میکنی، این کار فقط از عهده تو ساخته است. این بابا چی میگه بابا؟ اصلا تو چه احتیاجی به من داری؟ پشت بیا اینجا ببینم. من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ یه تکون بخور بوده بی پیش آجید ببینم. یاله با تو هم، مگه چلاقی؟ آره اون فلجه. چی؟ فلجه؟ منو ببخش رفیق، نفهمیدم قربونت برم، غلط کردم، به خدا نفهمیدم. گریه نکن، من رفیق تو هم، خیلی دوست دارم. تو مثل داشت خودم میمونی. به خدا من تا حالا به یه مورچم آزار نرسوندم. منو ببخش. حالا فهمیدی چرا به تو احتیاج دارم؟ پسرم و دست تو میسپارم. اون ناامید، امیدوارش کن. اون دلش پر از غمه، به زندگی شادی بده. هرچی هم بخوای بهت میدم. نه صحبت پولو نکن، موضوع حالا دیگه خیلی فرق میکنه. یه انسون به یه انسون دیگه احتیاج داره، این برای من مهمه. باقیشو بلدش. چش از همین فردا صبح شروع میکنم. خیلی ازت متشکرم. بابا هیچ میدونی چی کار داری میکنی؟ آوردن این مرد توی این خونه اشتباهه. چند کلمم از مادر عروس اشناف با مزه گفتم. نه جون من بانمک دارم. چرا خیلی بانمک؟ این مرد قابل تحمل نیست. ولی ما شما رو تحمل می نماییم خانوم. خب خداحافظ تا فردا. قربون شما آقای توان. توانگران یادت باشه. خیلی خب بابا، منم چه گفتم، توان. دیوونی توان. مامون یه خدا افسر برم آب چی بیار، خیلی از آبیه. قربونت برم پسر نازم. آره برای حتما آب سرخ بیارین، حتما. خیلی نوکرتم. یه را دیگه بسید خواهد. پاشو بهت میگم، آدمی که صبح کله سهر میاد خونه چشمش کور تموم روز رو بیخواب میمون. پاشو برو دست صورت تو بشه. چرا همچنی کنی ننه؟ پاشو برو دنبال کار زندگی پسر، همش گرفتی خوابیدی. رفیقت اسمال یک کتی یاد بگیر، دیدی چقدر زرنگه؟ آره خیلی زرنگه ننه، اسمال یک کتی ختم مردرندای روزگاره. اتفاقا همین دیروز اومده بود دم دکون، اگه بدونی چه سر وضعی داشت. عالی به جون تو، اتومبیلی، کرواتی، خلاص دم و دستگاهی به هم زده بود نامه. کاش که اقلا تو هم عرضه اونو داشتی. نه بابا، من کجا اون کجا. اخمالی خیلی زرنگه، کلش اینهو ساعت کار میکنه قصه. من خیلی ازش خوشم میاد ننه. چرا باهاش کار نمیکنی؟ نه اینجور نونه ها اگر ما پایین نمیره. من دیرم شدنه، من رفتم. چایی تو بخور. خودت بخور، چایی که اینو جوشونده. بابا خش حالو کنم. هی ببینم ناغلا، پولاتو کجا قایم کردی؟ تو جیبت نبود؟ مصدر تو ننه، بازی ما رو گشتی؟ دیرو که خرجی یه افتاتی گرفتی؟ ساخر خانم با شوهرش میان اینجا، مهمونی خرج داره جونم. تو دعوت کردی، خودت هم راست نیستش کن. وایسا بینم اینجا خونه توه. چی؟ خونه منه. قربونت برم ننه که خدا شاهده خیلی زرنگی. موقع پول دادن که میشه خونه ماست، بله؟ خب حالا چی میگی؟ پول میدی یا نه؟ نه. سب کن. شیر یا خط بری؟ بازم شیری خط بری؟ باشه، اما این دفعه ازت میبرم، برو بالا ببینم. تا نرفتم بالا بگو شیر یا خط. شیر. خطه، پولو رو کن بیاد حسن کبابی. باز بود، چهت مرتضایی هنده هم پشت بسته لاکر. تو مگه خوابشو ببینی که بتونی حتما ببری طفل معصوم؟ ای موش مرده، فقط تو کفشتو نمیدم. آره بچی، یکی دلم مار.
همش بده من میرم. نه همین اسباته. آهای حسنی بیا در تو کو. نه نوکرتم یه کار تازه پیدا کردم. میرم منزل جناب آقای تابانگران. آمنه آمنه چشم و چراغ منه. آمنه آمنه نوبت کار منه. خب ما داریم میری بیرون، کاری نری های توان. توانگران ولمون کن بابا. توان توان حالا من چه فرقی میکنه؟ خیال میکنه اگه بهش یک گران اضافه کنن گرونتر میشه. خیلی خب اول ببرش ماساژ امروزش بده، بعد یه خود چشم. خودمون همین فکر کرده بودیم. من ماشینمو دادم سرویس، میتونم ماشین تو رو ببرم؟ نه فقط یه خود استشکالات فنی داره خانم. من از تو نپرسیدم. سلام علیکم. ببخشید یه خود سلاممون دیر شد. ماشین تو میتونم ببرم؟ آفرین که نمیشه. اولندش ما داریم با اون ماشین میریم دنبال کارمون، دومندش وقتی آدم سلام میکنه جواب سلام چه میگه؟ نمی نکنید. آره از قیافت پیداست. خب خانم خانم ما شما رو میبریم، فقط شرطش اینه که زیاد اخم و تخم نکنید، دلمون میگیره. آره دخترم تو هم با بهرام برو. وقتی آدم مجبوره راه دیگه ای نداره. رو تو برم دختر حقی نرشا. از پس شیست و قیافه و قوپوز بیاد شیطونه میگه نبرش بزن با تاکسی بار بره. سلمونی آبجی. بله این چه طرف حرف زدن آبجی چی؟ لابد آقا معلمت یادت دادی. بله خانم خانم ما یادش داریم. حالا چه میگی؟ بردینش اکابر دلخوری؟ بله معلومه که دلخورم. اگه دلخوری بر بزن بار شونه ای دیوونه همینجا نگه دار. چشم. آره آبجی تو هست میگه کاریه، فقط اسمشو اقرش بستن. چرا دیگه به خوشمزدگی این بیمسته نه دل قشه گرفتم. آقای پسر یه ساعت دیگه بیا همینجا عقبم، دیر نکنی. یا چشم شما بفرمایید خودتو رو خوشگل کنیم، منتظر باشین ما میام عقبتو. آره آره تو میری اومدیم عقبت، پیاده برگرد پاد باشه بازم بریم عشق. آقا برام الو. سلام دکتر، داشتم میرفتم تجارت خونه که زنگ زدی. بله آقای دکتر وضع روحیش فوق العاده بهتره. خب بله حتما، این روزه یه دوستی پیدا کرده که فقط باید ببینیش، موجود فوق العاده چاره‌بیه. بهرام خیلی دوستش داره. رفتم بیرون یه خوده بکردم. خب خوشحالم. قربون شما، خدا بزرگ دکتر. دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل بخور بوس نخور، بوس دل و خون میکنه، خند کن خند زکن، بوس رو بیرون میکنه. دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب. حسن کبابی مهمون نونو کباب آلیت میکنه، راست راستی از دور دود کبابش حالی به حالیت میکنه. دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب.
من دیگه دارم از کارای تو دیوونه میشم پدر. این پسر یه ساعت تمرمونی کاش بالاخره مجبور شدم با تاکسی بیام خونه. میدونم. خب حسن دیگه کارش نمیشه کرد. یعنی چون حسن هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه، تقصیر شماست پدر بهش رو میدی. و الا اون حق نداره با من اینطور رفتار کنه. دخترم اون که نوکر ما نیست. من ازش خواهش کردم بیاد پیش ما کار بکنه. اونم همونطور که میدونی به خاطر بهرامه. آخه بهرام خیلی دوستش داره. اون دیوونه از پدر عقل درست حسابی نداره. هرچی از دهنش در بیاد به آدم میگه. ازش خیلی بدم میاد. نمیدونی چقدر ازش متنفرم. سلام آقای بوهان. خیلی مرسی کنم قربان. خیلی خوش آمدید. خواهش آوردی. تمنا میکنم. از اینکه سرزاده بهتون شرف داد شدم واقعا مزرعه. اختیار داریم اینجا منظر خودتونه. شما دیروز به قدری با ما محبت کردین که من به ستاره واقعا خجالت کشیدم. خواهش میکنم. سلام آقای بوهان. سلام آقای بوهان. میبخشین که مزاحمتون شدم. خواهش میکنم این چند. آمدم پیشتون. هم قرار مدار روز ارکنون رو بگذاریم و هم یه چند لحظه خدمت شما و آقای توانگران باشم. قربونش شما لطف کردید. بفرمایید. نه 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 زحمت کم میکنم. دیگه نمیخوام بیشتر از این مطالبه کنم. شما اختیار دارید. چشم. نه میکنم. شما دیگه از خودمون هستید. رک به شما نمیاد آقای ما. خواهش میکنم هر حرفی هم دارید و سالون سالون بله بله خواهش سالون چشم. حالا یه استراحت کنم. خیلی خسته شدی؟ نه وقتی با تو هم نمیدونم چرا اصلا خسته نمیشم. راستی نمیشه حالا نری پیش من بمونی؟ نه قربونت برم پسر خوب. آخه ما خونه و زندگی داریم، کار کاسبی داریم، باید داریم یه سری هم با اونا بزنیم. یا باش بیاره. حالا یه خود استراحت کن، دراز بکش کن، فرد و صبح اول وقت خدمتت میرسم. یا حق یا حق حق نگه داره. کجا میری؟ با عزتون یه تلفن بزنم و بیم. خواهش میکنم. خدا کنه تو مهندس نیومد اینجا یارو از اینجا بری. چه اشکالی داره؟ مگه این بیچاره لولو خور خورد؟ نه بابا جون، باز یه حرفی میزنه آبرونو میره. خب ما داریم زحمت جمع میکنیم، کاری ندارین؟ نه خیر، به سلامت. چه دختر با تربیت شدی. پس حالا بهتره بمونم و یخت با هم دیگه اختلاط کنیم. نه بابا غلط کردم، بلند شو بابا. آفرین، حالا شری خوره. خب آیه توان توانگران بله توان همون توان. امروز شنگول منگولت میبینم چیه؟ باز مگه آواز خوندی بردم؟ آوازو که من همیشه میخونم، ولی امروز نامزد دختر نامزد چی بودم؟ پس جایز شد چی بیشینم؟ چه شانسی آورده دختره و چه بدشانسی طرف مربوطه؟ برو بابا برو دیگه. نه خب دارم میره، چرا حالت میده گم نده بگه پسرهای بیچربیت پارو. راستی آقای توان توانگران دلت میخواد فرد صبح که میام یه دست کل باچه تمیز وسط بیارم؟ نه نمیخوام، مرسی مرسی. وای خدا جونم دارم دیوونه میشم. نه بذار ما بریم بعدا دیوونه شو. قربونه شما من از زیاد. آخیره راحت شدم. میگم آقای توان نمیخواییم جایی بریم بیام دنبال تو؟ نه آقا بنده جایی نمیرم، منزل میمونم. اوقات تخه آواز یاده نره آواز گفتی. یا ها 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 خوبه خوبه چطوره؟ خوبه داره داری پیش میاد. چه خانه قشنگی داری، چه معماری جالبی. متشکرم. بفرمایید بشین. خیلی واسه ببخشید ها، یه سال دیگه دارم قربان. خیلی خوب باشه، باشه فردا سال. خیلی خوب، بازم خدافظ شما. خدا تو نوکر خودتو پدرتم چطوری آقا اسمال؟ آقا اسمال یک کپی صحباتو وحباتو اون نفس شفات عشقه. رفیق پا تو هم آقای توانو میشنسی؟ توانگران بله آهنگران همون دیگه. میدونه اسمال جون به ننه گفتم اومدی در دکون. خیلی باز ببخشی رفیق، اول نشتاق بمه. خیلی مکش مرگ ما شدی. بهت برده، من یه آجیتو نوشته سهی. راستشو بخوای نه آقا. نه اور نه، یا اسمال یک گتی من حسرتم دیگه. خب چیه؟ من که سیمات قاطی شده بابا. من حسرم رفیقتم. بنده شما رو تا حالا ندیدم آقا. ندیدی؟ نه خیر. تا چیه میگه اصلی؟ معذرت میخوام آقا، من اصلا شما رو نمیشناسم. لا اله الا الله.
چه رنگشه؟ یعنی اینجا اصلا بنده رو زیارت نکردی که نکردی؟ عرض کردم خیر. باشه، منم تو رو نمیشناسم، اصلا عوضی گرفتم. راست میگی، اونی که من میشناختم یه آدم با معرفت حسابی بود، نه مثل تو یه بی معرفت بی معزو. نگفتم بابا این دیوونه است؟ با دیوانه است، کی بود آقا؟ مهم نیست، بفرمین بشین، بفرمین باشین. دیگه من دیگه باید مرخص میشم، باید برم سری به کارخانه جاتم بزنم. خداحافظ شما. مرمت وزیاد، خداحافظ شما. این که قبول نیست، قرار بود راجع به عروسی با هم صحبت کنیم. نذاشتن دیگه، اگه اجازه بفرمایید فردا عصر میام حضورتون. باشه، فردا عصر منتظرتون. بله چشم، حتما. خداحافظ. مرمت وزیاد. چه آدم مؤدبی، آدم لذت میبری. یکی مثل این، یکی هم مثل اون پسر بی تربیت و بی شعور. آره، پیداست که مهندس آدم اصیل و پدر مادر داریه. کاش که بتونه شوهر خوبیه برای تو باشه. اینم جزء همون باشه. آقا، آقا، اینجا میره سر یکی از میزای پوچک کارت مرده. کمر رخ کرده، بعد بس بیره تو اصلا. یه کارتم بده به من. منم دکتر. جمع 20,000 دارم. بقیهش عرض کردم، بقیهش با کمتر دیدم. آقایون ساندویچ مله میکنن؟ ساندویچ چی آقا بود؟ ببخشید، خیلی معذرت میخوام، بقیهش چقدره؟ هزار تومانی میشه. مجبورم ببینم. منم که تا حالا شو دیدم. منم دیدم. کاره شاه. دور بودم آن. شما چی؟ من؟ بسیم که چهار که ساعت دارم. کاره آس. به خوشکی شانس. جتون را جمع خب، خیلی متشکرم آقا جون، خوش گذر، خداحافظ. بزن بگیر
فوق ساندویچ قمار مردونه ای نبود، هیچ خوشم نیومد. برو داشتم، چی داری میگی؟ قمار که مردون و غیر مردونه نداره، باید برد. تو که میدونی من از باغ اصلا خوشم نمیاد. منم با سر چیزاش قمار گوشتم کنار. اگه بتونم با دختر توانگران زودتر عروسی کنم، نونمون تو رومه. میدونی اصلا چون این بزرگترین قمار زندگی منه، میلیون ها تومن پول توشه. دیخ خیاله. یعنی چی؟ مخالفی؟ آره، من با آقای توانگران نون و نمک خوردم، نمیتونم بذارم تو زندگیشو بیرق کنی. برو بچه، نون و نمک چیه؟ حتما داری شوخی میکنی. نه جونه اسفار، بی شوخی، من نمیذارم تو این کارا بکنی. هر جو بری جلوت وابیسم. آخه این کار شرافت مردونه نیست. اونا به تو اطمینان کردن، تو خونشون راب دادن، اون وقت تو بیا این کلک رو سوار بکنی. بینن نکنه گلو پیش دختری گیر کرده. من اون یکی اونبال بهشت، یکی اونبال جهنم. خب بچه رو سنگشو به سینه میزنی. گفتم که نون و نمکشون رو خوردم. این حرفا چرنده. من و تو با هم از برادرم نزدیکتریم. حالا نمیخوای با من راه بیای اشکال نداره، اما جلوم وا نشستی. اینم یه جور قماره. تو دستمو دیدی لوش نده، مردونگی نیست. قبول. والا نمیدونم چی بگم، سر دورایی فقی گیر کردم. ببین اسما، اگه به اون خانواده تو کاری نداشته باشی، من هیچ وقت مزاحمت نمیشم. راه برای تو خیلی با هم توفیر داره. خداحافظ. میترسم این پسر کارا رو به کلی خراب کنه. از دور خارجش کنی؟ نه، حالا زوده. باید ببینیم چقدر دست میکنه. هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو اونه مثل من نمیشنسی. وقتی بیرش میگیره شمرم جلو دارش نمیست. نه چیه؟ مثل در میزن. نره شنیدم. اون در رو آگون بح رو تو برم بچه. تو گردن کنف اینجا بشینی، اون وقت من پیرزن برم در رو باگ کنم. من که حالش ندارم قربونه. باشه، شیریخه بری؟ دو بازم شیریخه؟ بله، بگو، شیریخه؟ خط شیره، باشو در رو باگ کنم. یا واسه وچف شانسی میاره. واسه چرا اینجا نشستی؟ پاشو برو به اون شانسات قمارخونه ها رو برشکت کن. خیلی خواه حسنی، در رو پشت سرت باز نذاری، دوباره ببندشا. خیلی خواه منظر از آقا اینجاست؟ آره من خودم هم. لطفا راه بیافتیم بریم. راه بیافتم؟ من 30 سال پیش راه افتادم، کجا راه بیافتم؟ کلان بری. به خدا قصدم دروغ جاب سربان. به تو میگم ساکت باش حسن، از تو شکایت شده. جاب سربان، به جون شما نباشه، به جون هرچی مرد کار ما یکی. ما هر روز که قفل حضرت گرفتیم، قمار رو پوسیدیم و گشتیم کنار. دیروز باز پول یه آدم حسابی رو بردم. طرف خودش از اون زرنگا و کهنه قماربازاست، فهمیده که بهش کلک زدن. خب به ما چه مربوطیه؟ میخواست بازی نکنه. من فورا به تو شک بردم و برای همین هست که اینجایی. به قرمه با عرضی گرفتی. باید رو برو کنیم سرکار، اون آقا بیان تو. باشه، تش بیان تو، قدمشون رو تو خود چشای ما. خب برانی سلام علیکم. سلام علیکم. شما شکایت کردین یه نفر پول شما رو برده. ببینین ایشونه. ببخشین سرکار، این عینه که من دوربینه، نمیتونم ببینم. اجازه بدین که عوضش کنم. اینه چیه رو باشه؟ این نیست، اون آدم سبی بود. متشکرم، شما میتونین تشریف ببرین. ما اون مرد براتون پیدا میکنیم. خدا حافظ. تو فکر میکنی که این کارو کرده؟ والله ما که کف دستمون رو بو نکردی. از رفقای قمارباز قدیمی؟ چونشون جاستر با ما خیلی وقت با اونو هیچ سرکاری نهاری. خیلی خوب، متشکرم، میتونی بری. قربون شما، خوب بچه تو نگه داره. توی؟ سلام. این روز منو بردن کرمتاری، یکی شکایت به من چه؟ همون پیر مردی که اون حقستان دیویجه بشتردین اونجا بود. جونه؟ اسم منو که نبردی؟ نه، ولی یادت نره اینجا جلوت وامیستم. من نمیذارم تو این خونه بادر برده. برو برو دلو شوخی نمی کنم اسما. دفعه دیگه خودت باید جواب جناب سرمانو بدی. به منم هیچ مربوطی نیست. به منم هیچ مربوطی نیست. این شو حالا خودت انتخاب کردی، خودت هم پاش پیر میشی. میدونم بابا،
اما اسماعیل همیشه دیر میاد. الان سر شبه. این منو عصبانی کرد. مگه دیروز نگفت عصری میاد؟ خب لابد کارش زیاده. بالاخره میاد. بله همیشه وقتی میرسه که خیلی دیره. تا دیر نشده دست از این کلکات بردار، عاقبت نداره. باز شروع کردی به موعظه کردن. موعظه شمونه ها داره میاد. یارو پیره مربوط جونو من یک کاری بکن. گفتم که من مربوطی خب داداشم هنوز قمار بل نکرد. والله هر کسی یه عیبی داره دیگه. منم عاشق بیقرار قمارم. خب این شبه چه همیشه برنده آخه یه گیرت بیارم میدونم چه بلا دیگه. مدای سرت برادر. راستی تو با مهندس باشتا هستی؟ نه از ما آقای دکتر مهندس کتیان نامزد ستاره. من که بدون عینک نمیتونم ببینم. اون یکی عینک هم که یادم رفته بیارم صورت ماهت ببینم. دامادن داداش جان شما همیشه لطف داشتی و چقدر خوب شد که امشب همه دور همیمو میتونیم شامو با هم بخوریم. آخه فایدهش چیه؟ شما که پای بازی نداری. ببینم آقای مهندس شما بازی بلدی؟ نخیر خودم یادت آقا عینک رو پیدا نکردم. عیبی نداره بعدم پیدا میشه. خب بازی جور شد؟ بعدن فعلا برو شامو حاضر کن. میخوایم امشب همه دور هم باشیم. خیلی متشکرم. اگه اجازه بفرمایید من با ستاره جون شامو بیرون میرم. اینا داره شما دارن. این آقا کیه که مخالفه؟ این سن آقا کبابیه داداش. پس کبابیه مخالفه. چاکر شما. بله آقا معنی نداره دو نفری تانایی با هم برن. بی تو چه من نمیفهمم مگه باید از تو اجازه گرفت؟ بله پس چی؟ نمیشه من نمیذارم. آقا جون این حرفا به شما نیومده. ما دو تا نام زدیم خودمونم تصمیم میگیریم. نه خیر سه نفری تصمیم میگیریم. هر جام بریم سه نفری میریم. بله آقا سه نفری هم میشه. ولی داداش اینا دو نفری نام زدن. آره خب دو نفری هم میشه. این چی میگه آقا؟ نه خیر یا سه نفری یا اصلا بازی نشه. یکی تو شماها پیدا نمیشه بزنه دهن این پسره رو خرد کنه؟ اسی جون آخه تو یه چیزی بهش بگو. همین الان برای آخرین دفعه بهت میگم ساکت باش و الا اینک بله بعدم نمیگه سه نفری هم میشه. حرف نکردم سه نفری هم میشه داداش. بله حالا امشب کجا خیال داریم بریم؟ بله قراره بریم کابر هیپی.
بالاخره بهش مشروب میخورونه. عجب ویسکی خوبی میخوری؟ نه مطمئن. چیز خوبی ها. بعد این اجازه بده نخورم. خوب دارم قیافشو میبینم، میخواد نقششو عملی بکنه. همی الان داره میگه بخور مشروب آدم گرم میکنه. بخور مشروب آدم گرم میکنه. یه خورده بخور. برای چی اصراری داری من مشروب بخورم؟ خیلی خوب نخور. من فقط میخوام بهمون خوش بگذره. نمیشه من بخورم تو همینطور منو تماشا کنی. بی معرفت و حق باز. ببین چه جوری داره بلوف میاد. حتما همی الان داره میگه مگه از من خوشت نمیاد؟ پس این یه گیلاس هم بکن. مگه از من خوشت نمیاد؟ این یه گیلاس هم بکن. میترسم جان. بخور دیگه. چیزی نیست. حالا یک دختره احمق دیوونه بالاخره گول میخوره. من نباس بذارم، من باید هر طور از برم تو. بینج ببینم. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. ببینم جونی بیکاری؟ بیکار پدرته؟ اما هزار سال میخواستن یه نونی بهت برسونم. اما تو که کچل بودی، این کلوگیز گفته بود. احمق، من خواننده جدید این کاوارم، باید ظرف داشته باشم. من بیپر. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. یه گیتار منو بیا تو، زود باش. هلو مستر، هاو آر یو؟ مرد خشه. مرد باز خشه باشه. مرد باید بخوام چه زدنه. من ضعیف گوش نیستم. خوخش بالاخره راش پیدا شد. چه جوری به این تو باری یه دمم آغاز کنیم. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هیپی ام من. هیپی ام من. ببخشید شما خواننده جدید هستین؟ هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. جی جان بفرمایید، دیر شده منتظرتونم. درویش فرنگی اومده مثل مفنگی اومده های پتی باشم ماره لوله تفنگی اومده ماری جوانا رو بیار اون چرس و بنگی اومده اون چرس و بنگی اومده Yahoo!
کبابی رو. نه مرده اسمال یک کفی پاشو برید گفتم جلو داوید سم بنافرید نه بگیر نکنه بنافرید بنافرید بابا ایارو در رفت برکنی داره درخ برید آش سرد شو تو بنافرید باش برابر میشم بابا چرا بی خودی یه وری میشم آخه چرا اون وری میرم و اون وری میشم کی میگه که مستم به حرف دادنت باش حسن آخه جناب سروان هر اتفاقی که تو این شهر میفته این سرکار یه راست میاد سراغ ما آخه به من چه بابا که این مردم حقه باز و کلک بازن بله ولی این دفعه از اون دفعه ها نیست پول یه بدبختی رو تو قمار بردم حتما این دفعه کار توه فهمیدی؟ من به کلاگیس آریه یه عمم خندیدم من که گفتم بابا خیلی وقت دست به قمار نزدم این دفعه هم وال ما رو عوضی گرفتین عربا رو اما میگیری قربونت برم ما که گفتیم والا کار ما نی قربان حاضره ببینم این همونه که پولتونو برده چطور؟ چرا زل زدی؟ شناختی؟ ده خوب نگاه کن منم حسن کبابی همینه خودش جان سر کن خودش جان سر کن تو پولامو با حقاباتی بردی تو حسن ندی نمیشنم بری پولامو از تو گیرم نمیگه کنم همون پولامو از تو تو خیال کردی آلو پشنگی رو بردی جان سر کن جناب سر کن کار همینه خودشه این به من فرق کرد پولامو برد جناب سر کن من پولامو میخوام جان سر بسیار خوب شما بفرمایید برای تحقیقات دوباره احضارتون میکنم بفرمایید آقا جان سروان به مود قسم به بلای علی من تا حالا این مرد که چاخانه ندیدم خب که گفتی از بیخ عربی ها حالا منم میفرستمت همون جایی که عرب نیان منم بمیرم بسه میگه باز داشته موقت بیا من میدونم این کلک زیر سر کیه یعنی داشت بیرون میدونم بیا خب کار تموم شد بله کارش ساخته همونطوری که دستور داده بودی بازداشتش کردم باری کردم فقط چند روز تو هلوفتونی نگرش دارن کافیه منم تو اون وقت با دختره عروسی کردم خیلی ازت ممنون بیا اینم پاداشت
متشکرم. خدافظ. به سلامت. چرا پرتقال تو نمیخوری؟ حوصله ندارم بابا. من میدونم چرا حوصله نداره. اصلا به تو چی که دخالت میکنی آبجی؟ آبجی؟ بابا جون چون حسن دیر کرده آقا اوقاتشون تلخه آب پرتقالشون رو نمیخورن. خب میاد. شاید براش کاری پیش اومده. اصلا نیاد. مگه مهمه؟ من نمیفهمم همه توی این خونه کار و زندگیشون رو ول کردن فکر حسن آقا. راجع به اون اینطور حرف نزن دخترم. من چیزایی از اون دیدم که کمتر مرد این صفات رو داره. من دیشب یادت رفته. خیلی خب بابا ما اصلا حرف نزدیم. اینجوری خیلی بهتره. راحت نشو بهرام جان. خودم الان میرم بیارمش. لابد سر کارشه. پس دیگه اخماتو واکن. از بس قیافه اخمالوتو دیدم دلم گیره. سلام. سلام. حسن کجاست؟ بازداشتم. بازداشته؟ برای چی؟ نمیدونم قربان. مثل اینکه یکی واسش زده. تو کلانتری بازداشت موقت. ننشم الان اینجا بود. در به در دنبال یه زامن معتبر میگرده که آزادش کنه. برو کلانتری، برو. نگاه کن. نام زده تو من سلام حالت خوبه؟ نه آقای توانگرا نیستن؟ شما چتونه؟ چرا اوقاتون تلخه؟ مگه چی شده؟ چیه ستاره از دست من عصبانی هستی آره؟ معلومه حرکت دیشب تو رفتار یه مرد تحصیل کرده و آقا نبود. مگه من چی کار کردم؟ تقصیر خودت بود که مس کردی. من نمیدونم اگه حسن نرسیده بود چه اتفاقی میافتاد. هیچ اتفاقی نمیافتاد. من از اون آدمایی نیستم که از موقعیت سوء استفاده بکنم. همش تقصیر همون حسنه که این دروغا رو واسه شماها گفته. حالا دیگه اوقات تلخ نشه. ما فردا شب قراره با هم دیگه عروسی کنیم. باشه. خب منو میبخشی ها؟ نمیدونم چی بگم. فقط میدونم زن و شوهر شدن من و تو کار اشتباهیه. ده. قربان حاضره. آزادی حسن، میتونی بریم. ببخشید جناب سربان، به ما که نگفتیم واسه چی بازداشت شدیم. حالا اقلا به همون بگیم برای چی آزاد میشیم. آقای توانگران ضمانت تو کرده. آقای توانگران؟ رفیق خودم به مولا یه پارچه آقا. فقط مواظب باش آبروی این مرد محترم رو نبری. نو کرشم جان سربا. حالا خود زن تو طول داشت رفت، گفت بری خونش کارت داره. مثل اینکه احکانون دخترشه. و دختر و پدر چه شانسی آوردن که حاجیت به موقع آزاد میشه. رفتم که آبروش نجات بدم. آبروی من در خطر دختر. من قول دادم تو رو با اون بدم. حالا چطوری زیر قولم بزنم؟ نه من اونو دوست ندارم. من فکرامو کردم. اون مردی نیست که بتونه شوهر من بشه. این حرفا مزخرفه. دوست ندارم چیه عادت میکنی؟ نه پدر، نه. درسته که من تو رو یه دختر آزاد بارو بردم، ولی اینجا صحبت آبروی منه. تو حق نداری با آبروی من بازی کنی. همین فردا باید عقد بشی و الا دیگه دختر من نیستی. دیگر رو دوست داری؟ باره من میدونم کیه. اسمشم نبر. اون یه حیوونه. اون اصلا این حرفا رو نمیفهمه. اون چه میفهمه عشق چیه؟ نه اونم میفهمه. خیلی هم خوب میفهمه. فقط نمیتونه فکر کنه تو ممکنه اونو بخوای. از همون روز اول خواستمش، اما چیکار کنم؟ قبلا به کس دیگه ای قول داده بودم. خب به خودش بگو. چطوری؟ من ازش میترسم. اون یه وحشیه. اون همیشه منو به چشم یه دشمن نگاه میکنه. تو باید با حسن عروسی کنی. اون مرده. اون یه آقای واقعیه.
دلم میسوزه که چرا باید اون نفهمه که من دوستش دارم. دل کباب، جگر کباب، دل بی دل بر کباب. من نمیفهمم کسی که شعرهای به این قشنگی میخونه چطوری معنیشو نمیفهمه. دارم. شما نباسی این کارو بکنید. این عروسی به صلاح شما نیست. این آدم مزخرفیه. یه آدم حقباز کلا مرده. حسن جان آواز آواز تو عصبانی هستی. آره بابا این دفعه دیگه با آوازم درست نمیشه. من نمیذارم این عروسی سر بگیره. خودت برو بهش بگو به من چه؟ من چه بهش میگم اگه میترسم. اگه این نمیگم من مصلحت شما رو میخوام آقای تبا. تبا گرم. هی ده خب بابا تبا. دیگه هیچ فرق نمیکنه. تو هم همه جا رو برکنی دو دستی توانه چسبیدی. مگه دخترتون از سر راه پیدا کردین که میخواین به این بعد از سرتون بازش کنین؟ حیف به این حرف بزنیم. حالا لوخ باشی یه با لباس، ما کاری نداریم. ما باز حرفامونو بزنیم. به نفته من که بعد تو رو نمیخوام پسر. که خانوم من تو این خانواده نون و نمک خوردم. نمیتونم ببینم زندگیتونو دارم به هم میریزم. تواس با این پسر عروسی کنی. تو دلیلشو به من بگو. چرا؟ گفتم که اون آدم مزخرفیه. نشد. علت دیگه ایم داره؟ نه 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 همون که گفتم. نه نه خط پکرم. کجا بودی؟ از پیش آبجید میام. بهش گفتی؟ چی رو؟ که زن اون نشه. آره با فقط نمیدونم چرا گوشش بده کار نیم. من هرچی میگم اون یه چیز دیگه جواب ما رو میده. آبجیم گفت دوست داره. چی؟ باید چه تو کار بزرگتر رو دخالت نکن. تو هم گفتی دوستش داری. من؟ نه من نه نداشم. واسه من چاخان نکن. تو خودت معلم منی. من هرچی بلدم از تو یاد گرفتم. از قیافت میفهمم تو هم دوستش داری. ما رو چه به خاطر خواهی آق برا. من همیشه دلم میخواست اون زن تو بشه. تو خیلی خوب. بابا همه شما که از این حرفا میزنین مثل که همه تو دست بیکی کردین من رو اذیت کنی. خداحافظ من رفتم. حسن حسن ماشاءالله به جونت. خسته نشدی؟ نه من که والا خسته شدم. بس که رو آجرای حیات را رفتی و همه رو لغ کردی. بنداش الان وار شد. یه دقیقه بیشی آجری آجریم ننه. من با هاست موچه این اسمالو وا کنم. اون پاک قاف توانگران دزدیده. وا ننه یه قاف که اینقدر حرص و جوش نمیخواد. ببینم مگه توانگرانم قاب میریزه؟ بننه تو هم که همیشه اون بر قضیه ای. آخه این اسمالی که ما میشناسیم که این ننه بابا داشت که ما نمیدونستیم. حالا به من و تو چه که داشته یا نه؟ آخه اون میخواد دختر توانگرانو بگیره. خب بگیره به ما چه؟ مگه میخواد ما رو بگیره؟ بابا اون لایق دختره نیست. ببینم پس یارو دختره باز خوب چیزی باشه. آره نه بابا یعنی نه چه خیلی خوبم نیست. خب یه دختره دیگه یه دختره. خیلی خب پس از پس هم برمیان بزه بگیرتش. اما من اجازه نمیدم دختر زنش بشه. تو غلط میکنی. مگه بابای دختره ای؟ اگه راست میگه یه کاری بکن که دم به ساعت نیان بگیرن ببرنت کمیسری. واسه من داروغه شده یک کاره. نه 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 دلم فقط از این میسوزه که هیچکی پیدا نشد پته این بیمعرفت رو بریزه رو آب. برو بابا تو هم بیکاری ننه. چه حرفا شاید هیچکی نمیشناستش. بریم عروسی با این نه کسی که دعوت نداره این همه ناز نداره. بریم قربون ایسا. راستی بابا حسن واسه اخ کنو نمیاد؟ آه والا نمیتونم. ببخشین منظورتون همون حسن کبابیه؟ نه اون توی این مجلس جاش نیست. نباید هم بیاد. چرا جاش نیست؟ اون همه جا جاشه. من میدونم اون حتما میاد. زود باشتره داره دیره میشه. بایی ننه این خورده ساب کن نفسم گره. دیگه رسیدیم یه های خورده شده. خورده
هستی؟ آقا برای عقد کردن کی قراره تشریف بیارم؟ والا قراره که داداشم عموی ستاره جونو میگم. آه بله بله خدمتشون ارادت دارم. بله اون قراره آقا رو با خودش تا یکی دو ساعت دیگه بیاره. البته اگه قمار بذاره. میترسم بشینه پای بازی و ما رو تا آخر شب منتظر بذاره. بی جلو ننه حسنی اومد. ننه یارت من یه رفیق داشتم اسمش اسمال بود، بهش میگفتن اسمال یکتی. بی جلو ننه این یارو رو خوب نگاش کن ببین میشناسیش؟ همون اسمال یکتی نی؟ با خاک به سرم این کجاش اسمال ننه؟ ننه این همون اسماله، مگه نمیشناسیش؟ یادت رفت هر شب یه بود کشمیش میخورد میومد خونه ما زیر کرسی تا صبح میخوابید؟ یادت رفت خونه شاگرد اوسلی علاقه بند بود واسه اینکه دستش کج بود بیرونش کردن؟ یادت رفت وقتی که با من حبس بود هرچی خوراکی واسه من میووردی اون همه رو کش میرفت و هیچی به ما نمیداد؟ بعدش هم افتاد تو قمارو شروع کرد سر مردم رو تراشیدن. همه اینا یادت رفت؟ این همون ناکس اسماله، برو جلو خوب نگاش کن. نه 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 این یکی دیگه است. اسمال چاق بود، اسمال کچل بود، اسمال کوتول و ویلا بود، اما ماشالله هزار بار ماشالله یا آقا قدش نه نه بس چاخان نکن دارم از دست دیوونه میشم. و خدا مرگم بده ننه قربون قدت، اگه داری دیوونه میشی مجلس مردم رو به هم نزن، یه وقت دیوونه بازی در نیاری جون ننه ها. ننه بمیره بیا بریم، بیا بریم ننه. حسن ننه بیا کاریت دارم. بیا ننه بیا. حسن جایی نمیره، بر میکرده. بریم بلاخره پتت رو آب می‌ریزن اصل یکتی. ننه سال بعد بیا بریم. نگفتم جای این لاتی‌پوتیا تو این مجلس نیست آقا. آخه ننه چرا چخان کردی؟ بابا حسنی چرا میخوای عروسی دوتا آدم رو به هم بزنی؟ تو که اینقدر بخیل نبودی؟ اه؟ پا وسط گفتی؟ خود امام گفته دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیزه. مگه نگفته ننه؟ راستی حسنی بیا شیر یا خط بریم ببینیم عروسی راه میفته یا نه. اگه شیر اومد میشه، اگه خط اومد که ننه این همه پول؟ ببینم تو هم آره ننه؟ خب ننه منم دلم میخواست برم زیارت، تو که واسه نمیرسی. من دیدم چرا این پولو از اسمالی نگیرم، یه دروغ میگم و پولا رو میزنم به جیب. آخه ننه اینجور پولا حرومه. میبرمش خدمت آقا، آقا قربونش برم حلالش میکنه، خودم فکراشو کردم. لا 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 تو دیگه چه ختمی هستی؟ آره نمیدونم چرا هر وقت میام توی خونه یا عینکم گم میشه. خیلی معذرت میخوام، اجازه بدین کمک کنم ببرم تو. عینکم شکست داداش جون، عینکم شکست. ای ناکس بی معرفت. خب ننه با تو دیگه کاری ندارم، میتونی بری. آخه نداره ننه، برو ببینم اینجا دیگه جای تو نیست. آه
سلام خان داداش، چقدر دیر اومدی؟ آخه داداش بازی تایم داره، نمیشه که همینجور علکی بلندشم بیام. این ستور آخر خیلی طول کشید. هیچ میدونی سیر بقرتو کی؟ نه داداش، فقط میدونم این دفعه هم عینکم شکست. مثل اینکه تو این خونه یه کسی با عینک من دشمنی داره. نه داداش، این چه حرفیه میزنی؟ تو خونه منو دشمنی؟ خب بالاخره نگفتی کی زیر بقلت گرفت؟ از این تو بودی به من کمک کردی داماد عزیز. قربون تو شادوماد، بذار صورت ماه تو صدها مرتبه ببوسم. من کار دارم الان برمیگردم. صاحب کن، هنوز مراسم معرفی تموم نشده. مثل این که من تو رو میشناسم. بله بله بله، درسته، همین چند روز پیش بود که همینجا خدمت رو رسیدم. داداش مثل این که حافظت رو از دست دادی. اسماعیل جان رو همینجا بهت معرفی کردم، ایشون نامزد ستاره جونه. چطور فراموش کردی؟ نامزد ستاره؟ بله بله خان داداش، آخه اون موقع مثل امشب عینکتون رو شادومات زد انداخت و شما نتونستین دوماد خوب بشناسینش. تو دیگه خفه شو. آخه چش ما خفه میشیم، اما دیگه خانداداش خفه نمیشن. خودشون چش دارن، میتونن جمالتون رو سیاحت بکنن. جریان ساندویچ ورق یادتونه خانداداش؟ ساندویچ ورق؟ حق باز کلک پس حسن. تو بودی که با کلاهبرداری اون روز پول منو یه عده بیچارن رو بردی؟ من نمیذارم این عروسی سر بگیره داداش. این مردی که یه کلاهبرداره شارلتانه، اینو بهش میگن اسمالده کسی. اون از اون برگیزنهای قهاره. اون تو هفت آسمون یه ستاره نداره، این لیاقت دختر تو رو نداره. تو وقت میخوای دختر بده به این آسمون جان، من نمیذارم. آرام آب خونک بیاری. چه همچی میکنی؟ خفت کرد یا خیلی؟ ببخشید، معذرت بخوام داداش. خفت کردی؟ منم رفیقت مالی کردی؟ منم خون بردیش. آدم تو همه قمارا برنده نمیشه. برش کن حسن، بس دیگه، بذار گورشو گم کنه. بله گم کنه. گم کنه ولی حسن، حسن مهاجم نابا. دعوا سر چی هست؟ برو بابا خود دعوا رو راه انداختی، حالا میگی سر چی هست؟ بلش کن حسن، بلش کن، بلش کن، بسته دیگه، بلش کن، بسته دیگه، کشتش. بلند شو گورتو گم کن تا تحویل پلیس نداده بهت. پلیس لازم نیست، بعد از این درسی که امشب بهش دادم دیگه به هیچ کی نارو نمیزنه، مخصوصا به رفیقش. آره بلند شو رفیق، برو واسه خودت یک کار کاسبی آبرومند دست بکن. خوشگلی. من دیگه هیچ وقت قمار نمی کنم، برای اینکه در بزرگترین قمار زندگیم باختم. متشکرم حسن، تو زندگی منو نجات دادی. نزدیک بود. آره. که... تو
تو زندگی رو به راه شد، اما من همه چیزم رو دست دادم، کارم، رفیقم، همه چیزم. نه حسن، نه رو. زندگی من مال توه. من در مقابل مردونگی تو پشیزی ندارم. از امروز تو مثل پسر بزرگی من هستی. اینجا به خواهش میکنم حسن، از پیش ما نرو. پدر، من اونو دوست دارم، نذار بره. از همه تون ممنون، ولی یارتون نره که من حسن کبابیم، مال یه دنیای دیگه ایم. ناراحت نباشیم، شایدم یه روزی دوباره پیش شما برگشت. من رفتم. حسن، نه، نرو حسن، اینجا بمون، نرو. سلام بابرم بخونه تو را بلاوی تو را بیری پسرم تو را بیری خدا یا شکر خدا یا شکر بهرام جون بهرام جون یه خوده یه را برا پدرت ببینه یه خوده را برا یه خوده بیا پسرم بیا جلوتر جلوتر پسرم پسر عزیزم خدا یا شکر مدت هست که منتظر یه همچی لحظه میدم خدای بزرگ ازت ممنونم بسرم بسرم بازم را برو را برو میخوام را رفتن تو تماشا کن را برو بسرم بیا چلو بسرم حسن حسن را حسن 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 برگرد خواهش میکنم حسن 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 برگرد حسن حسن ای خدای مهربان متشکرم را برم پاهم خوب شد من اینو از تو دارم متشکرم فقط دلم برات تنگ میشه قربون تو رفیق با معرفت قول میدم بازم بیام پلوت خدافظ حسن متشکرم Bye.